سیل که سیله، به هر حال اتفاق میفته، ولی اگر ما یار طبیعت بودیم شاید با این میزان اتفاق تلخ و ناگوار شاید مواجه نمیشدیم. به هر حال نظر کارشناسان هست، باید ببینیم که چجوری، ولی به هر حال هر اتفاقی یه بازتابی در فضای مجازی داره و فضای مجازی هم که میدونید دیگه الان بخش اجتناب ناپذیر زندگی هر کدوم از ما هست. میخوایم با آقای پوریا سرکی صحبت بکنیم که کارشناس فضای مجازی و رسانه هستند و ببینیم که چرا انقدر ما به خبرهای منفی اینقدر واکنش زیاد نشون میدیم، چرا به خبرهای منفی واکنش مثبت نشون میدیم. سلام، صبحتون بخیر. صبح شما و بینندگان محترمتون بخیر. من یه مسئله رو اول عرض کنم، این که این سیل تبدیل شد به یه سیل همدلی و حجم همدردی، همراهی و نگرانی مردم برای این اتفاق میشه شاید گفت که یکی دو تا رکورد رو توی وب فارسی شکسته که در ادامه برنامه خدمتتون عرض میکنم. علت توجه به اخبار بعد یک مسئله فیزیولوژی که در بعد و هم اسلاید یک رو اگر ممکنه تصویر یک رو بچه اگر بشه نشون بدید ببینیم چی که میفرمودی واکنش طبیعی هم هست. یه واکنش طبیعیه، مکانیسمی در مغز ما هست تحت یک قده به اسم آمیگدال یا آمیگدالا یا به فارسی بادامک میگن. البته من تخصصم فیزیولوژی عصب شناسی این چیزها نیست، ولی در حدی که به رسانه مربوطه در واقع این رو میخوام در موردش صحبت کنم. آمیگدال روی عواطف و احساسات ما تاثیر میذاره. این البته یک نیست، هفته. بله بچه، یک رو میشه پخش بکنین؟ این شماره هفته مثل این که آره. خب تصویر الان عوض بکنم، بذارید بگیرن تصویر رو. خب عرض بزرگ شما که این کارش اینه که به ما هشدار بده و نسبت به خطرات، بلایا، ریسک ها در واقع از ما محافظت بکنه. بنابراین اتفاقی که میفته اینه که وقتی مثلا ما یه خبر بد میشنویم نسبت به اون، و مثلا اگه توی راه داریم میریم یه تصادف ببینیم، اون تصادف روی رانندگی ما تاثیر میذاره، با احتیاط‌تر میریم، یه ذره تشویش پیدا میکنیم. اینم نیست، اینا شماره فایل داره. اگه نه رو همون شماره یک بود، اونی که نشون داده اتفاقا شماره یک بود. آره، اون کوچولوئه، اونی که باکس باکس بود. اینا اگه باز کنی همینه. بله بله، همین این. بله خب حالا نزدیک میشم نکردم. حالا هفت عکس داریم که بخوایم. خب این چیز قرمز رنگی که در اون قسمت از مغز قرار داره، این آمیگ داره. این کاری زندگی هر داشته بسیار زمان قبل از اینکه اصلا کارکرد مغز و ذهن شناخته بشه و این آمیگ داره شاید کارکردش مشخص بشه توسط کسایی که کارشون در واقع مطالعات اعصاب و مغز هست، روزنامه‌نگارها به تجربه متوجه شده بودن که اخبار منفی توجه بیشتری جلب می‌کنه. تیترهای منفی باعث پرفروش شدن روزنامه میشه و همین مکانیزم هنوزم کار می‌کنه. تفاوتش اینه که اخبار منفی یک موقعی فقط از طریق یکی دو تا سه تا رسانه دست ما می‌رسید، الان با هجوم انواع رسانه‌ها و موبایلی که توی جیب همه ما هست، همینجوری ما در معرض اخبار قردیم و طبیعتاً تعامل و برخورد ما و تاثیرپذیری ما از اتفاقات خیلی بیشتر شده. خب آیا اصلا که همینقدر که نسبت به خبرهای بگیم منفی واکنش نشون میدیم، نسبت به خبرهایی که بیشتر شایعه هستند هم فکر میکنم ما واکنش بیشتری داریم؟ یعنی شایعه ها خیلی سریع منتشر میشن، مخصوصا الان توی فضای مجازی که الان هست و هر کسی هر چی میبینه بلافاصله منتشر میکنه. حالا میتونیم به همین واقعه اخیرم بپردازیم؟ بله، احتیاج داره به یه مقدار مسئولیت پذیری. ببینید یه موقعی مثلا یه روزنامه یا یه شبکه تلویزیونی منبع خبر بود و خب این شبکه سازوکار داره، افراد حرفه‌ای درش هستن، سردبیر داره، ناظر داره، کسایی هستن که به مسائل حرفه‌ای واقفن و متعهد، و برای همین احتمال اینکه خبر نادرست در معرض دسترس جامعه قرار بگیره خیلی کمتر بود. الان اینطوری نیست. الان هر کدوم از ما یک رسانه خیلی قدرتمندیم
بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هستن که مطالبشون بیشتر از مثلا روزنامه‌ها خونده میشه، مطالبشون شاید بیشتر از خیلی از برنامه‌های تلویزیونی دیده بشه و خونده بشه، و این قدرت در واقع وقتی میاد و این توانایی و شهرت وقتی میاد برای کاربران شبکه اجتماعی، طبیعتاً مسئولیتش هم باید بیاد. یک اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری هست که جامعه روزنامه‌نگاری حرفه‌ای تهیه کرده که 4 موضوع رو در بر می‌گیره که اینجا می‌بینیم. یکی این که حقیقت رو ابتدا کشف و سپس منتشر کنید، یعنی کار ذاتی، یعنی چیزی که نمی‌دونم واقعا صحت داره یا نداره رو من نوعی و من سلبریتی مخصوصا منتشر نکنم. دومین قضیه اینه که آسیب‌ها رو به حداقل برسون، یعنی وظیفه رسانه و روزنامه‌نگار و اینجا وقتی میگیم رسانه، منظورم فقط کسی نیست که حرفش روزنامه نگاری است. من آدم عادی ام که تو خیابون دارم راه میرم، موبایل دستم، از یه اتفاقی فیلم میگیرم، مثلا منم اونجا رسانم یا اظهار نظر میکنم یا یه خبری رو فوروارد میکنم حتی برای کسی، یا برای کسی میفرستم، اونم رسانه است. و به حداقل رسوندن آسیب ها به خصوص توی قضیه مثل سیر خیلی مهمه. ما اینجا چند آسیب ممکنه که باش مواجه بشیم. یه آسیب این هستش که اخبار نادرست منتشر بشه، مثلا اتفاقی از همین سیلم افتاد دیگه، افتاد، بله، ویدئوهایی منتشر شد که مال ایران نبود، شایعات، این که فلان صد داره میشکنه، فلان صد سرریز کرده، با اینکه مسئولین مثلا مدیر عامل صد مرتب داره مصاحبه میکنه روزی چند بار، ولی به هر حال کسی به اون توجه نمیکنه، و برای اینکه ذهن میره دنبال خبر منفی، یعنی ذهن دنبال هشداره. و البته در واقع این بحث اخلاقی روزنامه نگاری رو یه مؤسسه‌ای که کارش مدیریت بحران اومده تطبیق داده به مسئله بحران، یعنی روزنامه نگاری در بحران، همین 4 اصل رو. و یکی از تاکیدهای خیلی مهم تو روزنامه نگاری در بحران در واقع کاهش آسیب هاست. آسیب این که شما مثلا یه کسی خونه‌ش رو از دست داده، زندگیش رو از دست داده، این الان تو موقعیت روحی مناسبی نیست، نرو ازش فیلم بگیر. می‌دونید یه کسی دستش رو دراز کرده کمک بگیره، عکسش رو نگیرید. چقدر داشتیم ما از اینا توی فضای مجازی، یا خدایی نکرده یه جای جسدی افتاده، از این نباید عکس گرفت. اگه عکس می‌گیری متشکرم، که خدا رو شکر این یه موردو من ندیدم. و بگم که این موزلات مختص ما نیست، مختص شبکه اجتماعی ما نیست. توی طوفان کاترینا 1800 نفر کشته شدن، خیلی خیلی تلفاتش بیشتر از سیل ما بود. اونجا هم حجم زیادی از همین مسائل، یعنی فیک نیوز، حالا اخبار جعلی، محتوای نامناسب منتشر شده بود. با وجودی که اون موقع سال 2005 رو شبکه اجتماعی خیلی کمتر نفوذ داشتن، موبایل هوشمند خیلی تعدادش کمتر بود، درسته، به نسبت الان ایران باید. و متاسفانه جهانیه و نیاز به آموزش رو گفتن داره، درسته. خب من فکر میکنم چون بحث مفصلی هست، ما این بحث رو به یک بخش دیگری هم حتما موکول خواهیم کرد که راجب این اتفاقات، این که اصلا این خبرها با ما، با زندگی ما چه میکنه و این ورود تکنولوژی چه کرده و چه ها خواهد کرد. داشتیم با آقای آسرکی صحبت میکردیم راجب بحث فضای مجازی و آنچه که اتفاق افتاده. گفتی دیکتاتور رکورد جابجا شده توی بحث جستجوهای ایرانی ها. که من سالهاست کارم اینه و تحلیل میکنم، مثلا تعداد اخباری که در مورد یه موضوع منتشر میشه، تعدادی که با اون خبر تعامل میشه، یعنی به اشتراک گذاشته میشه، لایک میخوره، چه میدونم کامنت براش میذارن. و فکر میکنم که ما یکی از بزرگترین پدیده‌های رسانه‌ای که تا حالا داشتیم اصولا در هر زمانی رو در این 2 هفته گذشته طی کردیم. با وجود اینکه نوروز بود، خیلی از رسانه‌ها فعالیت نمی‌کردن، با وجود اینکه خب یه محدودیتی روی خیلی از شبکه‌های اجتماعی هست، بنابراین اونا نمیشه خیلی همه توش فعالیت بکنن، ولی آنچه که هست با آنچه که مثلا سال گذشته بود مقایسه بکنیم، رکوردهای جالبی می‌بینیم. این نموداری که الان می‌بینید، نمودار خط آبی رنگ، تعداد اخباری است که از 29 اسفند تا دیشب منتشر شده در روز. ما به طور متوسط یه چیزی حدود 600-700 تا خبر در روز منتشر شده. این خبرها خبر یک تاست، یعنی مثلا اگه یه خبری خبرگزاری الف بذاره به کپی کنه اون حساب نیست. آها.
یعنی تک خبر موضوعیه تک خبر منفرد یکتا و یه رکورد داریم که 1423 خبر در یک روز و سه روز تو این مدت بیش از 1000 خبر منتشر شده. این شامل کل اخباری است که در وب به زبان فارسی در ارتباط با موضوع سیل منتشر شده. رسانه‌های داخلی، رسانه‌های خارجی، وبلاگ‌ها، خبرگزاری‌ها، سایت‌های روزنامه‌ها اگه فعالیت کردن همه و نمودار قرمز رنگ تعداد تعاملاتی است که با این اخبار انجام شده، یعنی چقدر این خبر بازنشر شده، چقدر لایک خورده در فیسبوک و توییتر این و ردیت و پینترست که البته اونا خیلی تو ایران موضوعیت نداره و کاربر نداره و می‌بینیم که تو یکم نباید داشته باشه باطن ولی داره. خب می‌بینیم که وضعیت به این گونه است. من از شبکه‌های اجتماعی تاثیر بسیار زیادی داره تو تروریسمی، یعنی ما همیشه وقتی با یه پدیده برخورد می‌کنیم نگران آسیب‌ها و ایراداتیم، ولی واقعیت اینه که منافعش بسیار بیشتر بوده. این شوری که به وجود آورد در مردم، همراهی که انجام شد، تمام اینها حاصل این بستری است که در شبکه‌های اجتماعی فراهم شده، حاصل اینترنت فراوان و ارزان در ایران، یعنی اینترنت موبایل ما ارزان‌ترین در دنیاست هزینه‌اش. درست. و تمام اینها در واقع دست به دست هم داد که این مردم این همراهی فراوان رو بکنن با این موضوع. نمودار بعد رو اگر ببینیم، اونم جالب، از گوگل ترندز داریم. ببینید ما اینا تعداد جستجوها رو ما اومدیم مقایسه کردیم بین سیل و دانلود. اولا تعداد جستجوهایی که تو گوگل انجام میشه، یعنی هر چیزی که از حریم جغرافیای ایران در گوگل انجام میشه، تو این ابزاری که گوگل گذاشته در اختیار و رایگان در دسترس همه هم هست میشه سنجید. دانلود رو چرا آوردیم؟ دانلود پر جستجو ترین کلمه فارسیه، یعنی هیچ کلمه فارسی دیگری به اندازه دانلود جستجو نمیشه. دانلود حالا هر چی حالا ممکنه فقط دانلود بشه، دانلود فیلم، عکس، چه میدونم کتاب، هر چی. دانلود برای من یه معیاره، یعنی شما میخوای ببینید که یه موضوعی چقدر داغه، چقدر زیاد جستجو میشه، با دانلود مقایسش کن و شما ببینید که این در طول همین تقریبا 15-20 روز اخیر میبینید که در دو مقطع یه جا سیل با دانلود برابری کرده و یه جا سیل خیلی بالاتر از دانلود رفته. این یه رکورد واقعا، یعنی چون مثلا شما اخبار ببخش جستجوی 15 سال گذشته رو که بررسی میکنی میبینی که به خصوص تو 5 سال اخیر که حالا سرعت اینترنت بهتر شده، دانلود زیاد شده، میبینی که کلمه‌ای به این راحتی نتونسته، مثلا روز انتخابات کلمه انتخابات به اندازه این مسئله نتونسته بیاد با دانلود رو، یعنی بازم شاخ دانلود نتونسته بشکنه، ولی سیل تونسته این کار رو بکنه. بله. و تعداد جستجو برانگار یه مسئله خیلی مهمه، نگرانی و کنجکاوی. درود بر شما. خیلی ممنون و متشکرم.